به نام خدا سلام در این اپیزود فصل پنجم کتاب داروینیسم و طراحی هوشمندانه رو بررسی میکنیم در چند فصلی که از این کتاب بررسی کردیم متوجه شدیم که فسیل ها، و مولکول نیای مشترک رو ثابت نمی کنن. اگر همه گونه ها بعد از اولین گونه با اصلاح از برخی گونه های دیگه به وجود اومده باشند، در نظریه داروین همه چیز به این وابسته میشه که از گونه های موجود گونه های جدیدی به وجود بیان. زیست شناسای تکاملی بهش میگن گونه‌زایی. آقای ولز معتقده که گونه زایی برای نظریه تکامل یه مشکل اساسیه. اما برای طراحی هوشمندانه مشکل ساز نیست چون طراحی هوشمندانه فقط ادعای اینو داره که بعضی از ویژگی های موجودات زنده رو یک علت هوشمند به بهترین نحو توضیح میده ایشون برای شرح این موضوع ابتدا استدلال های ها رو میگه و بعد اونها رو به چالش میکشه و نظرات خودش رو اعلام میکنه قبل از داروین اتفاق آرا بود که گونه ها در محدوده ای می میتونن تغییر کنند که تجربیات مربوط به انتخاب مصنوعی مشخص کرده بود اما داروین گفت همه گونه ها از طریق انتخاب طبیعی و جهش از گونه ای به گونه دیگه ایجاد شدن اما نمیدونست این مطلب چطور توجیه میشه و در کتاب خواستگاه گونه ها این مسئله رو رمز و رموز یا میستری آف میستریز نامید در این باره کیت استوارت تامسون زیست تکاملی میگه داروین مجبور بود نشان دهد که این محدوده ها میتوانند شکسته شوند، پس ما هم باید همین کار را بکنیم. سال 1987 در مجله معلم زیست آمریکایی مقاله چاپ شد که در اون نوشته بود چندین مورد گونه‌زایی مشاهده شده که بالاخره می به یکی از بحث های رایج خلقتگرایان علیه تکامل تدریجی خاتمه بدهند بعدش یکی از سایت های مدافع داروین به آدرس talkorigins.org مقاله ای با نام موارد مشاهده شده از گونه‌زایی رو در سایت گذاشت در مجموعه این مقالات فقط به پنج مورد اشاره شده بود که یکی یکی اونها رو با با هم بررسی میکنیم فقط قبلش دو نکته مهم رو بگم دوستان میدونید که تعاریف در علم بسیار مهم هستند. زیست ها هنوز نتونستن یه تعریف جامع برای گونه داشته باشن. وقتی میگیم تعریف جامع یعنی دست کم پنج ویژگی داشته باشه. یک کمک کنه زیستشناسا ها موجودات زنده رو طبقه بندی کنن. دو به چیزایی که در طبیعت وجود دارن مرتبط باشه. سه کمک کنه بفهمیم این چیزها چطور به وجود اومدن. چهار ارائه کننده تاریخچه تکاملی باشه. پنج تا جایی که ممکنه برای طیف وسیعی از جانداران قابل استفاده باشه و شما هیچ تعریفی رو نمیتونی پیدا کنی که همه این خصوصیات رو داشته باشه حتی تعریفی که اغلب این موارد رو داشته باشه هم نیست نکته بعدی اینه که ما وقتی میتونیم بگیم گونه زایی جدیدی اتفاق افتاده که گونه جدید ایجاد شده با توجه به درخت زندگی داروین از گونه قبلی مجزا باشه داروین در کتاب خواستگاه گونه ها اینطور میگه بر اساس دیدگاه من واریته ها گونه در فرایند شکلگیری یا همانطور که نامگذاری گونه آغازین هستند حالا با وجود این نکات بریم سراغ اون پنج مورد گونه‌زایی که داروینیست ها ادعا می کنن. مورد اول مگس های سرکه آزمایشگاهی هستند جان تودی و جی بی گیبسون سال 1962 مگزهای های ای رو که بیشترین مویچه روی بدنشون بود با هم و اونهایی که کمترین مویچه رو داشتن با هم لقاه دادن. بعد از دوازه نسل در این آزمایش دو جمعیت به وجود اومد که نه تنها مویچه هاشون با هم فرق می کرد بلکه جداسازی جزی اما قوی تولید مثلی رو هم به نمایش می گذاشت. نه تودی و گیبسون مگس های به دنیا آمده رو های جدیدی در نظر گرفتن. نه آزمایش های دیگه تونستن نتایج به دست اومده رو تکرار کنن پس این یک گونه جدید نمیتونه باشه دومین مورد به سال 1958 برمیگرده که تئودوسیوس دوبجانسکی و اولگا پابلوفسکی تنها از یک مگس سرکه ماده که نژادی از کلمبیا بود استفاده کردند و در همون سال با استفاده از لقاه بین این مگس و نژادهای دیگه تونستن به هیبریدی های زایا یا دورگه های زایا برسند اما وقتی دوباره سال 1963 هم این آزمایش تکرار شد مگس هایی که به وجود اومدن هیبریدی های عقیم بودند اونها به این نتیجه رسیدند که l ای نژادی جدید یا گونه ای آغازینه که در آزمایشگاه و در فاصله زمانی 1958 تا 1963 پدید اومده پس ما توی این مورد هم با گونه جدیدی روبرو نیستیم سومین مورد به سال 1964 برمیگرده توی اون سال زیستشناسا تعداد زیادی از کرم دریایی بندر لس آنجلس رو جمع آوری کردند تا از اونها برای ایجاد کلونی آزمایشگاهی استفاده کنند. 22 سال بعد زیستشناسا به همون مکان برگشتن و دیدن جمعیت کرمهای دریایی اون منطقه کم شده. اونها از دو مکان دیگه که چندین مایل از اونجا فاصله داشت، کرمهای دیگه جمع آوری کردند و دو کلونی جدید ایجاد کردند. سال 1989 پژوهشگرا متوجه شدند کرمهای این دو کلونی جدید میتونن با همدیگه زادآوری داشته باشند اما با کلونیهای اول که 25 سال قبل ایجاد شده بود نمیتونند سال 1992 جیمز وینبرگ و همکارانش این مورد رو نمونه ای از گونزایی سریع و مشاهده شده نامیدن و فرض رو بر این گذاشتن که کلونی اصلی در آزمایشگاه گونزایی کرده و نه پیش از سال 1964 چند سال بعد وینبرگ همراه با دو نفر دیگه آزمایش هایی رو انجام دادن که نشون میداد کرم های دریایی اولیه در بندر لس آنجلس از گونه های متفاوتی بودن و از همون اول یعنی سال 1964 با دو کلونی جدیدی که سالها بعد ایجاد شده بود فرق داشتند پس در این مورد هم گونه‌زایی جدیدی اتفاق نیفتاده مورد چهارم مربوط به سال 1969 که ارنستو پاترنیانی آزمایشی رو گزارش کرد که در اون فقط به ذرت‌هایی که در دو سر طیف صفت خاصی قرار داشتن اجازه تولید مثل داده شده بود پاترنیانی به جداسازی تقریبا کامل تولید مثل بین دو گونه ذرت اشاره کرده بود اما ادعا نکرده بود که گونه جدید جدیدی ایجاد شده و مورد پنجم در دهه 1980 بود ویلیام راس و جورج سالت تعدادی مگس سرکه از هشت زیستگاه گوناگون رو انتخاب کردند و فقط مگس هایی رو با هم لگاه دادند که زیستگاهشون بیشترین اختلاف رو با هم داشتن مگس ها طی سی خودشون رو در دو جمعیت که با هم تولید مثل و زادآوری نداشتن دستبندی کردند. اما رایس و سالت نتیجه گرفتن گونه آغازی نیجات شده نه گونه جدید بنابراین ج... جمعا میشه گفت هیچ مورد قابل مشاهده ای از خواستگاه یک گونه وجود نداره که نظریه داروین رو تایید کنه همونطور که لین مارگولیس و دورین ساگان زیست شناسان تکاملی نوشتند، گونه‌زایی خواه در گالاپاگوس دور افتاده، خواه در قفس‌های آزمایشگاه یا رسوبات دیرینه‌شناسان هرگز به صورت مستقیم ردیابی نشده است. پس مدرک تکامل هنوزم مفقوده است. سال 1937 دوبژانسکی که یک داروینیس بود، برای اولین بار از مفاهیم خرد فرگش و کلان فرگشت صحبت کرد و بین اونها تمایز قائل شد. برد فرگش به تغییرات ژنتیکی داخل و بین جمعیت ها می که در طول عمر انسان قابل مشاهده اند و کلان فرگش به تکامل تقسیم های فراتر از سطح گونه می که در طول عمر یک انسان قابل مشاهده نیستند و الگوی اصلی درخت زندگی نظریه داروین هستند. دوبژانسکی میگه برای ارتباط دادن تغییرات کوچک مقیاس بین گونه های موجود به منشأ گونه های جدید و تغییرات درشت مقیاس که در سوابق فسیلی میبینیم مدرک محکمی وجود ندارد به همین دلیل مجبوریم فرض کنیم که توضیح فرایندهای خرد فرگشت برای توضیح کلان فرگشت کافیه این در حالیه که داروینیست هایی مثل گری هورد فکر میکردن که خورد فرگشت و کلان فرگشت زایده ذهن خلقتگرایانه و پیشنهاد کرده بودند که استانداردهای علمی ویرایش بشن سال 1996 سه زیست چناس به نام اسکات گیلبرت، جان اوپیتز و رادولف راف در مجله زیست شناسی تکوینی اینطور نوشتند. ممکن است ژنتیک برای توضیح خرد فرگشت مناسب باشد، اما مشاهده نشده است که تغییرات خرد فرگشت در فراوانی ژنها بتوانند خزنده را به پستاندار تبدیل کنند یا ماهی را تغییر دهند و تبدیل به دوزیست کنند. ممکن است ژنتیک برای توضیح خرد فرگشت مناسب باشد. اما مشاهده نشده است که تغییرات خرد فرگشت در فراوانی ژنها بتواند خزنده را به پستاندار تبدیل کند یا ماهی را تغییر دهد و تبدیل به دوزیست کند خرد فرگشت به سازگاری هایی که مربوط به بقای اصله است میپردازد و نه به پیدایش اصله اونها در نهایت اینطور نتیجه گیری کردند که خواستگاه گونه ها که مشکل اصلی داروینه لاین حل باقی خواهد ماند همه دانشمندانی که نام برده شد داروینیست هستند و معتقدند این مشکلات در چارچوب نظریه تکامل حل خواهد شد اما وجود این مشکلات رو کتمان نمی کنند آقای ولز در انتها نتیجه می گیره که مدرک قطعی تکامل تدریجی هنوز مفقوده و ادعای داروینیستها ها مبنی بر اینکه تمام گونه ها از نسب مشترکی و از طریق جهش و انتخاب طبیعی به وجود اومدن هنوز بدون نمونه مشاهده شده ای باقی مونده بسیار خوب دوستان این اپیزودها خلاصه ای از کتاب داروینیسم و طراحی هوشمندانه است برای مطالعه کامل این مباحث پیشنهاد میکنم حتما به کتاب مراجعه بکنید تا اپیزودهای بعدی خدا یار و نگهدار شما